امروز در سازمان ملل هم مراسمی برای سالروز آزادی اردوگاه آشویتس و یادبود قربانیان هولوکاست برگزار می شود. مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا مستقیما از مقر سازمان ملل متحد همراه ما هستش. مارگارت، از جزئیات این مراسم بگو و اینکه چه کسانی در این مراسم حضور دارند و قراره که صحبت کنند. مراسم آغاز شد با نیایشی از سوی خاخام و همینطور یک برنامه موزیکال از سوی یک ویولونیست یهودی اسحاق پرمن و بعد هشداری عنوان شد از سوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل. هشدار داد راجع به افزایش و تشدید یهودی ستیزی گرداگرد جهان به ویژه در آمریکا و ایالات متحده و اروپا. گوش بدیم به حرفاش. یهود ستیزی که یک بحران مداوم جهانی است، یک جریان حمله به یهودیان و حمله به نهادها و اموال و املاکشان. و خاطر نشان کرد چیزی که اتفاق میفته نمیشه به صورت یک مورد منزوی بهش نگاه کرد، باید نگاه کرد در چارچوب چیزهای دیگه که پیش میاد، از جمله افزایش یا شدت گرفتن جنبش های عوامگرا و همینطور افزایش خارجی ستیزی و تبعیض بر اساس هویت و جنسیت. و گفت واژه ها میتونن در واقع مضر باشن و هولوکاست هم با واژه های بسیار زشت و بدتینت شروع شد. بنابراین باید مواظب طرز صحبتمون باشیم. و بعدم سفیر آمریکا معاونش صحبت کرد و به ما یادآوری کرد که بازماندگان سنشون داره بالا میره و ما آخرین نسلی هستیم که میتونیم حرفای اونها رو بشنویم، بازماندگان هولوکاست رو، برای که خیلی هاشون در حال درگذشتن هستن. بنابراین بسیار مهمه که به اونا گوش فرا بدهیم و اجازه ندهیم که خاطره هولوکاست، همه سوزی یهودیان از بین بره موقعی که این آخرین نسل بازماندگان هم کنار بره.